چگونگی عمل کرد حکومت و تشکیل حکومت خود یک سوال است، اما آنچه که پس از تشکیل حکومت و خوشبینی ها به میان آمدن، نگرانی مجلس نمایندگان از معرفی نشدن اعضای کابینه است. از یک سو تیم آقای غنی و ارگ میگه که تیمشان و اعضای کابینشان مشخص است و منتظر معرفی تیم و اعضای کابینه آقای عبدالله اند، و این طرف هم شماره به این باور هستند که زد و بندها و کشیدگی میان دو تیم ممکن است که روند به درازا بکشانه و باز هم مردم قربانی شوند و چنانچه در گزارش ها مشاهده کردیم خودسری و قانون شکنی یک عرف شود. خب در شرایط جاری کالا مجلس نمایندگان هم خودش به یک نحوه با انتقادهای روبروست، قرار است به تعطیلی تابستانی برود، اما هنوز هم پس از گذشت 4 ماه اعضای کابینه معرفی نشدند، رأی اعتماد نگرفتند و همچنان همه چیز در هواست. در رابطه به این موضوع گزارش مشاهده کنید و دوباره برمیگردیم بحث را با مهمانمان ادامه میدیم. در حالی که مجلس نمایندگان چندین بار از حکومت خواسته است تا کابینه جدید را به منظور گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی کند، اما این کار تا کنون صورت نگرفته است. اکنون که مجلس نمایندگان در آستانه تعطیلات تابستانی است، از حکومت انتقاد میکند و میگوید که نباید به قانون شکنی ادامه بدهد. هر قدر که سرپرستی ها ادامه پیدا بکنه و حکومت شکل نگیره، به همو اندازه، به همو میزان مسائل فساد، ناامنی، فقر و سایر مشکلات در افغانستان گسترش پیدا میکنه. رخصتی تا عمر وزیران تر د اعتماد باندې کوم ځ بخپل کوم ته جواب ورکو ز په دستور کې من خو ته ولارسم څو ورته يم چې ما څه وکړ په د پارلمان کې هیڅ من نه کړی. شجده فیر سفارت امریکا در کابل نیز در تویت گفته است که رهبران افغان باید به زودی حکومت را تشکیل دهند. رئیس مجلس نمایندگان نیز میگوید که حکومت متحد به پایان مشکل سرپرستی در ادارات نیست. یک حکومت پاسخگو نیست واقعا درست است. خودتان میفهمید که حکومت مکمل سرپرست است، برتباط سرپرستیشان پاسخگو نیستند. با این حال ریاست جمهوری میگوید که به زودی کابینه جدید جهت عرض رأی اعتماد به مجلس معرفی میشود. گفته میشود که دلیل اصلی عدم ارسال فهرست کابینه جدید به مجلس، عدم معرفی وزیران سهم دکتر عبدالله عبدالله است. اعضای مجلس میگویند که اگر حکومت کابینه را تا چند روز دیگر معرفی کند، آنان پس از رأی‌گیری بالای وزیران به تعطیلی خواهند رفت. همکارانمان تلاش کردند و تماس ما دوباره با آقای اشچی وصل است. جناب اشچی، چون فرصت اندک است، بازم سلام خدمت شما. در صورتی که حکومت تعهد ندارد، چنانچه حالا رئیس مجلس هم میگه که کابینه را معرفی کنه، دست شما چقدر باز است؟ چه باید کرد؟ شما چی میتونین بکنین؟ تا چه زمان این وضعیت اگر ادامه داشته باشه، شما و یک نحوه کاری از دستتان ساخته نیست؟ مجدد معذرت میخواییم که تکنیکی ارتباط شد. سلامت باشه. اصل مشکل از این معرفی نشدن موضوع اتخابی سیاسی شد، اما متاسفانه جمعیت عبدالله چون داشتن در حکومت این متجربی کاری دارن و دیگر با دلگرمی کار نمیکنند. ما بارها هیئت اداری با از تریبون پای خب مردم افغان خواهد کردن که هر چهاجر باید کابینه را معرفی بکنند، اما ما صرف فرصت فردا را داریم. فردا روز آخری کار بعد از اون با رخصتی بریم، اما تا جایی که ما خبر داریم فعلا عبدالله هم تیم کاریشان یا وزیدار را برای حکومت معرفی کرده تا اصلا به پارلمان معرفی بکنند، اما تا حال از فلتر عد نگذشته که ما منتظر از این هستیم که تا کسانی را که دکتر سید عبدالله به عنوان سرپرست به عنوان وزیر معرفی کرده که با در آینده تا از پارلمان رای بگیرن وزیر شوند،
اونا فعلا زیر فوکس یا فلتر هر قرار دارن که اونا هر متاسفانه حکومت در مجموع تا حال نتونستن که این کابینه را مکمل در پارلمان معرفی بکنن. خب این وضعیت ناشی از چی است؟ شما را به این باور هستند که حکومت و یا تیم آقای غنی و تیم آقای عبدالله اصلا نگاه و ارزش به پارلمان افغانستان و مجلس نمایندگان ندارند؟ و اگر چنین نیست، شما چقدر فرصت دارین و چه کرده میتونین؟ آیا واقعا پاسخ شما به این انتقادها چی است؟ حالا چنانچه آقای مجروح هم در گزارش مشاهده کردیم بیان کردند که فقر و ناامنی و تمام مشکلات آن چکالا مردم افغانستان همه روزه از دست میرن، بحث همی سرپرستی و نبود مسئولین است. از کی باید بپرسین زمانی که اگر یک مشکل ایجاد میشه در یک وزارت در یک نهاد، از چه کسی پاسخگو است؟ دقیقا نمایندگان مردم افغانستان در مجموع وکلای پارلمان از بی مسئولیتی و بدون ارادی حکومت اونا شکایت دارن که اونا به استیکی در وقت زمان نتانستن. اما وقت ما با ردهای بلند حکومت صحبت میکریم، اونا میگن که تفاهمنامه به درازا کشید، این بنبست هایی که در انتخابات بود باعث ازی شد که ما نتانستیم کابینه را در وقت زمان معرفی بکنیم. حال میگن که ما تقریبا کابینه را مشخص ساختیم، شاید در روزهای آینده معرفی بکنیم. که ما متاسفانه حاله، چون نظر به قانون ما 45 روز رخصتی داریم که باید تالار عمومی رخصت بشه که فردا روز آخرین کار است. اما به این باید بعد از رخصتی ها مجلس نمایندگان باید تصمیم بگیرن. در قسمت سرپرستی ها باید یک قانون باید پاس بکنن که او بیشتر از یک ماه یا دو ماه نباشه، که متاسفانه در این مورد یک سلسله خلا وجود داره که حکومت از خلا استفاده و تا حالا نتونسته که کابینه را معرفی بکنن. در زم که کابینه معرفی نشده، این هم در بحث امنیت تاثیر منفی داره، هم در بخش فقر تاثیر منفی داره. درست. و این پروسه سول که پیش رو داره که بعد ما گفتگوهای سال هم که بعد افغانی انجام بدیم با یک پاشیدگی که فعلا حکومت قرار داره، این در جامعه بین المللی و طرف مقابل که طالبان هستن حکومت جدی نمیگیرن. از اون خاطر خواست ما از حکومتی بوده که متاسفانه تا حال رسیدگی نکردن، اما شاید در جریان تعطیلات ما رسم کابینه را لست شما را روان کنند که ما بعد از سفری کردن تعطیلات که هرکس در حوزه های انتخاباتی خود بره با مهمتی خود با مشکلات اولویتی خود اونجا باید رسیدگی بکنند. بعد از تعطیلات پارلمانی امیدوار هستم که تا او وقت کابینه معرفی شد و اونا یا رای اعتماد بگیرند یا عدم اعتماد که سرنوشت کابینه مشخص شد. متاسفانه من صدایتون درست ندارم، امیدوار هستم که بیننده ها صدایتون به گونه درست داشته باشن. یک نگاه این است که حالا واقعا پارلمان چقدر تانسته که به گونه درست و به گونه با صلابت به کارش ادامه بده و حداقل خود نشان بده. آیا شما اعضای مجلس نمایندگان را و قانون و آنچه که در اختیار دارید را در برابر عملکرد حکومت افغانستان که حالا این چنین است، دو تیم است، چقدر سازگار میدانین و یا نه باید قوانین و چگونگی نظارت تغییر کند؟ چه چیزی باید واقعا در مقابل حکومت کالا به یک نحو ادامه حکومت وحدت ملی است دست شما را میتونه بسته بسازه؟ آیا شما راضی هستین از این روند و اگر این روند پس از تعطیلات هم ادامه پیدا کنه شما از لحاظ قانونی کار کرده میتونین؟ دقیقا من پیشتر خدمت رو عرض کردم، قطعا صدای شما ما به قانون ضرورت داریم که در اونجا شاخص های سرپرست ها مشخص شود و نوح مقرری سرپرست ها مشخص شود، نه اینکه به نام سرپرست ماهای طولانی در اداره کار بکنند. پارلمان افغانستان یک وظیفه نظارتی دارد که با حکومت نظارت بکنه، البته کار در اکثریت حالت انجام داده. وقتی که وزیر معرفی نشد، اداره با سرپرست معرفی شود، پارلمان افغانستان رأی نگرفته باشه، به عنوان وزیر شناخته نشد، او را استجواب کردن هم بکنید هم نتیجی نمیده. وقتی که وزیر اگر میتونید کار درست انجام نداده باشه، او را میتونید که پس رای عدم اعتماد بدین و از وزارت او را برکنار بکنن رای جمهور. اما فعلا خب جنابشی در پایان، اگر باز هم وضعیت حکومت وحدت ملی ادامه پیدا کنه، شما در چه زمانه میتونین قانون تغییر بتین و آیا
با باور شما پارلمان مجلس نمایندگان قدرت داره که بره از عمل کرد و از کار کرد حکومت و قوه مجریه بگونه درست نظارت کنه و یا نش؟ خود شما هم میدانین که توان در پارلمان نیست تا بتونه حکومت مسیرش تغییر بده. بدون شک پارلمان وظیفه و صلاحیت های پارلمان اساسی کرد شده با وکلای پایزه قطع مرد اونا صلاحیت مدیریت همین حکومت دارن و فعلا هم دور موارد زیاد کارهای مدیریتی انجام دادن و ما بعد از تعطیلات خدا خواست به فردا تعطیل میریم. بعد از تعطیلات در قسمت این بلندپایی حکومتی که باید اونا به کدام شرایط و به کدام میار و به کدام میار باید اونا سرپرست باشن سر از کار میکنن و کارهای نظارتی که مطابق قانون اساسی وظیفه خود ولیسیتی نمایندگان مردم است او را ما تطبیق میکنیم. سپاسگزارم جناب بکتاش اشتی عضو مجلس نمایندگان که فرصت گذاشتین. خداوند نگهدارتان. سپاسگزارم از شما بیننده های گرامی که این بحث را دنبال کردید. تا دیدار بعد مواظب خود باشید.